هدف خامنه ای از این اعدام ها اون هم به این شکل گسترده چیست؟ آیا رژیم با این اعدام ها میتونه به اهدافش برسه؟ و تأثیر این اعدام ها روی قیام مردم ایران به طور کلی و استمرار قیام زاهدان به طور خاص چیه؟ برای پاسخ به این سوالات همراه هستیم با صلاح عبدالله نژاد. آقای عبدالله نژاد، با تشکر از حضورتون در این برنامه. منم تشکر میکنم از فرصتی که دادید و همچنین سلام میکنم به بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی و هزاران درود به مردم قیام آفرین در سراسر کشور. باشم. سال اولم رو اجازه بدین اینطور بگم که میخواستم بپرسم که هدف خامنه ای از این اعدام ها چیه واقعا؟ خب میدونید که در این مدت از اول اردیبهشت تا الان توی یک ماه گذشته در یک رکوردشکنی تقریبا بی سابقه 122 نفر رو اعدام کرده که تقریبا میشه هر روزی 4 نفر. خب مقاومت ایران مستمر توی این یک ماه تی اطلاعیه های مختلفی قویاً این اعدام های جنایتکارانه رو محکوم کرده. حالا خامنه ای هدفش خب از یک طرف میخواد انتقام گیری بکنه از جوانان، از اون طرف میخواد مهار بکنه و جلوی خیزش مجدد مردم رو با ایجاد ارعاب با این اعدام ها در واقع بگیره. ولی خب واقعیت اینه که این نشوندنده درماندگی این رژیم، یعنی وضعیت انفجاری جامعه رو رژیم نمیتونه به این وسیله کنترل کنه، با اینکه میخواد خشم فزنده مردم رو اینجوری فرو بنشونه، ولی عملا نمیتونه. پس این اعدام ها نشونه قدرت نیست، بلکه نشوندنده ضعف این رژیمه. بله، آیا عبدالله نژاد به نظر شما آیا رژیم با این اعدام ها میتونه به اهدافش برسه؟ نه خیر، به هیچ وجه. کما اینکه در عملم دیدیم الان همونطور که گفتم هدف اصلیش جلوگیری از خیزش قیام بود، ولی باز دوباره قیام ها شعله ورتر شد. از اونجایی که رژیم راه حل واقعی برای حل مشکلات نداره، در واقع دست به این اقدام های جنایتکارانه میزنه، چون میدونی که رژیم به طور واقعی در وضعیت بسیار بحرانی حاکمیت قرار داره. الان شکست رئیسی دیگه در زمینه های مختلف خیلی واضح و برجسته شده، حتی اینقدر این تضادهای درونیشون هم به جایی رسیده حد نصاب دولتشون زیر علامت سوال رفته. اگر یکی دو تا از وزرای دیگه استیضاح بشن، اصلا دولت باید دوباره در واقع از مجلس رأی اعتماد بگیره. یا همچون وضعیتی تو جنگ گرگای درونی رژیم هم حاکم شده. از اون طرف افزایش نفرت مردم، در واقع داریم میبینیم چطوری جا به جا و هر جا گیرشون بیاد به ماموران رژیم، مزدوران رژیم حمله میکنند. بنابراین هر اعدامی در این جامعه نه فقط نمیتونه مهار بکنه، بلکه موجی از مخالفت ها رو علیه حکومت دامن میزنه. الان همین اعدام 3 زندانی قیامی، صالح میراشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، اینا به جرم ارتباط با مجاهدین خلق و هلاکت سرهنگ پاسدار جنایتکار یگان ویژه و هم دستانش در واقع در اصفهان به دست دشخیمان خامنه ای صبح روز 29 اردیبهشت اعدام شدند و به شهادت رسیدند. ولی در عمل دیدیم همون روز صبح در خود تهران، از جمله در شهرک اکباتان، تهران سر، شهر زیبا، شهر نگین غرب، تهران پارس، سعادت آباد و شهرک آپادانا و جاهای مختلف علیه شخص خامنه ای شعار دادن و خشم و اعتراض خودشونو علیه رژیم ابراز کردند. یا شبش دوباره باز تظاهرات اعتراض داشتیم علیه همین اعدام زندانیان قیامی، توی خود تهران بود، اصفهان بود، مشهد بود، کرج بود، رشت بود، دهگلان کردستان و مهاباد و شیراز و بندر عباس و اینا. شعارها هم که خب مشخص بود، میگفتن وای به روزی که مسلح بشیم و خامنه ای ضحاک میکشیمت زیر خاک و مرگ بر خامنه اینا بود. یا حتی تو بعضی از دانشگاه ها این شعارها را میدادن، شعار وای به روزی که مسلح شویم. از جمله در دانشگاه ملی تهران، تربیت مدرس، هنرهای زیبا از زهرا و دانشجویان دانشگاه زنجان، اینا در واقع دست به تجمع اعتراضی علیه این اعدام جنایتکارانه زدن و این شعارها را دادن. از اون طرف تظاهرات
وابستگان زندانیان محکوم به اعدام در مقابل زندان قزلحصار داشتیم که حتی دیگه مامورای سرکوبگر رژیم مجبور شدن که با گاز اشکاور به اینا حمله بکنن و تعدادی مجروح و مصدوم هم شدن. یا همین دیشب تو خبراتون هم بود اشاره کردید که در شهرهای مختلف و در چندین منطقه تهران دوباره قیام مردم بود که در جریان بود علیه رژیم جنایتکار آخوندی، و استمرار این قیام خب معنای خاص خودشو داره هم برای رژیم و هم برای مردم قیام آفرین در سراسر کشور. این نشون میده که جامعه بسیار جوشانه و آمادگی اینه داره که قیام های بسیار گسترده تر دیگری در واقع را بیندازه و تمامیت این رژیم رو با همه دستبندی های اون سرنگون بکنه. بنابراین اولا اعدام های خامنه ای که قرار بود روب ایجاد بکنه خودش تبدیل شده به عامل خیزش و شورش. از اون طرف خب تحول بزرگیه، در واقع درس بزرگیه برای مردم ایران که هر یک از این اعدام ها در واقع تناب داریه برای خود رژیم. دوم این که این یک ضربه کاری این اعدام ها به بند استعماری شاهپرستان زد که همسویی دارن میکنن با ارتجاع و همزاد ارتجاع هستن. سوم این که این گرایش گسترده و عظیم اجتماعی به مجاهدین را در جامعه در داخل شهرهای مختلف ایران در مناطق مختلف نشون میده، چرا که داریم فعالیت‌های گسترش یابنده کانون‌های شورشی رو در جای جای میهن شاهد هستیم که خبراش به صورت خیلی گسترده هم خودتون اشاره میکنید و هم به صورت خیلی گسترده در فضای مجازی داره پخش میشه. بنابراین برای توقف همین اعدام ها و همچنین برای افزایش سرعت و اینکه به سمت قیام 402 در واقع حرکت کنیم و گسترش بدیم باید آتش سازمان یافته داشته باشیم، کما اینکه همین امروز هم شما تو خبراتون اشاره کردید جوانان بلوچستان به یکی از مراکز سرکوب رژیم حمله کردند، حداقل 6 نفر رو به هلاکت رسوندن، مجازات کردن، تعدادی رو مجروح کردن، سلاحاشون رو به غنیمت گرفتن و به سلامت هم از اون منطقه دور شدن. این در واقع تنها راهیه برای جوانان در هر جا که میتونن در جای جای ایران دست به این قیام سازمان یافته و به آتش سازمان یافته بزنن که هرچه قیام بیشتر گسترش پیدا بکنه. بله، با توجه به نکاتی که گفتید در مورد اعدام ها، از جمله اینکه نفرت مردم رو بیشتر و بیشتر میکنه، خشم مردم رو برمیانگیزه و قیام ها رو در پیش داره، بخواستم این سوال بپرسم که چرا خامنه ای پس با توجه به این نکات این زندانیان رو اعدام میکنه، زندانیان عادی رو به این شکل گسترده اعدام میکنه؟ همونطور که شاهد بودیم توی مدت ماه اردیبهشت که گفتیم 122 نفر حداقل چیزی که رسمی و ثبت شده است اعدام شدن، که البته واقعیت بیشتر از اینه، ولی خب اولا این اعدام ها سراسری بوده، محدود به یک منطقه و یک استان خاص نبوده، تقریبا در بیشتر نقاط ایران این اعدام ها صورت گرفته. ثانیا این خامنه ای در واقع داره از خمینی جلاد سرمشق گرفته که خمینی اومد برای مهار اوضاع دست به قتل عام زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف در سراسر کشور زد، ولی خب جوابش در واقع جواب این جنایت همونطور که گفتم مسلح شدن جوانان میهن و شعله ور شدن آتش قیامه که خامنه‌ای دنبال اینه به اصطلاح خاموش بکنه. ولی خب همونطور که گفتید برخی از این زندانیان عادی که اعدام شدن بعضا بیش از 10 سال بود توی زندان بودن، ولی خب چون خامنه‌ای نیاز به سرکوب داره کسانی که 10 سال تو زندان هستن هم داره میاد چیکار میکنه؟ اعدام میکنه. وضعیت اقتصادی رژیم هم از اون طرف هر روز بدتر میشه، بحرانهای اقتصادی، قیمت دلاری که میبینیم، سفرهای مردم میدونیم، هر روز کوچکتر میشه. بنابراین رژیم برای مهار این وضعیت و جلوگیری از گسترش اعتراضات داره به این اعدام ها دست میزنه، نیاز به سرکوب بیشتر هم داره. البته میدونید که اعدام زندانیان سیاسی که بهش دست زده خودش به طور واقعی سوخت قیام هم هست. بله آیه عبدالنجاد، اگر اینطوره که شما میگید و این اعدام ها میتونه سوخت قیام باشه، خب چرا واقعا دست به این اعدام میزنه؟ خب میدونید که تا جایی که به خامنه ای برمیگرده حساب کتابش کرده، بعد بین بد و بدتر یکیش انتخاب بکنه. اگر اعدام نکنه
خب باز با توجه به وضعیت انفجاری جامعه که داریم اینا باز قیام شکل میگیره. نمونهاش توی سال 98 و 401 و اینا خامنه ای نتیجهش دیده. اگر هم اعدام بکنه باز با وضعیتی که الان تو همین دو روز گذشته شاهد بودیم مواجه میشه و جامعه را در واقع به حرکت و به خیزش وامی داره. این بنبست لاعلاجیه که رژیم الان باش دوچارش شده و در واقع بنبست رژیم رو میرسونه. آقای عبدالنجاد حتما در جریان تظاهرات این جمعه زاهدان و موضع مردم نسبت به اعدام سه قیامی اصفهان هستید. خواستم بپرسم که تظاهرات این هفته زاهدان چه ویژگی هایی داشت؟ یکی از ویژگی هاش همین بود که خودتون الان تو سوال اشاره کردید. این قیام زاهدان تو این جمعه بعد از اعدام سه زندانی قیامی بود که اینا در واقع منتسب به مجاهدین خلق هم بودند. در واقع صبح رژیم که اینا را اعدام کرده بود چند ساعت بعدش قیام در زاهدان شکل گرفت. خب این یکی از ویژگی های قیامه. یک نکته دیگه این بود که رئیسی قبل از در آستانه جمعه رفته بود استان سیستان و بلوچستان و اونجا هم با یک سری ادعاهای دروغ درمانی و اینا تلاش میکرد بخت خودش رو آزمایش کنه و جلوی گسترش در واقع شروع مجدد این قیامه رو توی زاهدان بگیره. از جمله حرفایی که زده بود گفته بود نمیدونم کسایی که توی مسجد مکی کشته شدن بعضن بهشون ظلم شده و من وزیر کشور فرستادم با اینا دیدار کرده و خودم هم بعدن میرم با اینا دیدار میکنم و اینا، در حالی که خب مردم زاهدان با استمرار قیامشون نشون دادن که با این دجالگری های بسیار کثیف فریب این دجالگری ها رو نمیخورن و کماکان خواسته های خودشونه که سرنگونی این رژیمه ادامه میدن و به همین دلیل هم گفتن که در واقع 100 سال جنایت و این شعاره رو که دادن مرگ بر این ولایت، 100 سال جنایت، سلطنت، ولایت، این نشون میداد که خلاصه سلطنت و ولایت دروی یکسکه میدونن و به هر دوش پاسخ منفی میدن. یکی از ویژگی‌های دیگه این قیام زاهدان هم این بود که خب ما دیدیم چند روز قبلش مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعه اهل سنت پیشین راسک اومد یک موضع‌گیری کرد، یک بیانیه داد و در واقع خیلی مرزبندی هم کرد، گفت هر ملا و عالم و ریش سفید و سردار خائنی که بخواد از مردم که خواستاشون از مسیر قانونی دنبال بکنن و اینا، این خائنه، خائن به خون شهیدان وطن. بنابراین گفت که ما اگر تا حالا در واقع دنبال مطالبه بودیم الان دیگر باید با مبارزه و اونم به صورت قهرآمیز و مسلحانه حق خودمونو از حلقوم این رژیم جنایتکار و از این آخوندهای حاکم کثیف بر واقع باید پس بگیریم. بنابراین همه این شواهد و ویژگی ها نشون میده که در واقع قیام در بلوچستان و در سراسر ایران ادامه خواهد داشت. بله، با تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید. منم متشکرم از فرصتی که دادید.